قاسم، من دارم دنبال اسمی. میخواستم در مورد این آقای آقامیری بگم. اینم از این مالکش های خیلی خیلی دیگه پر روه، مشخصه، یعنی حرفاش یکم گوش کنین کاملا مشخصه، یعنی به اصل اسلام به شدت پایبند. محمد عبدو اسم سینا خوبش که هست، کسی رو که داشتم، معروف ترین ریفورمر یا اصلاح طلب پرگماتیک توی دنیای اسلام، محمد عبدو، اینو میشناسین؟ من میشناسم، ولی این پدرشو در آوردن آخرش، دیدم بیچاره به جای نرسید. اینا هم کدیور مهم ها، البته کدیور میتونه فتوا بده، اجتهاده، مجتهده، مهمه. اینو خیلی مهمه، باید روش کار کنیم. آره. باش باش، مرسی از تذکرت که من حواسم به این چیزا باشه اگه یادم نره. ممنون. ببخشید قاسم، تو حرفت پریدم، شرمنده. نه خواهش میکنم. آره این هم نه آدم هایی مثل من دیگه، حالا همون کدیورش باشه، ولی نمیدونم مشتهده یا نه. من تو داشته ندم صحبتش رو خیلی گوش کردم، هم کدیور و هم آقامیری رو. اون کدیور که مشخصا به همه چی اعتقاد داره، فقط میگه چرا دست من نیست، یعنی میکنم حرفش رو گوش کنیم معلومه هیچ مشکلی با اسلام و حکومت اسلامی نداره، فقط میخواد خودشون بالا تو قدرت باشه. آقا میری هم حرفاش معلومه دیگه، کسی که میگه قرن 21 داریم میایم میگیم این جادو جنبل درسته یا اون جادو جنبل درسته. این جادو جنبلا ممکنه اگه به این اعتقاد داشته باشن بیان سر ما رو ببرن، ولی اگه به این جادو جنبل اعتقاد داشته باشن ممکنه سر ما رو نبرن. آقا اصلا ما باید از این حرفا بگذریم، اینا چی مسخره است این داستانا رو. داستانا اصلا ما خیلی از این حرفا، ما این حرفا باید 500 سال پیش این حرفا باید تموم میشد. اصلا واقعا خنده داره که هنوز داریم بحث میکنیم که حالا این اینا بیایم اینا رو جدی بگیریم یا نگیریم. حالا ممکنه یه دروغی بهشون بگیم، یعنی میگیم این مسلمونا خب همشون ما باهوشیم، ما آتئیسا باهوشیم، مسلمونا نمیفهمن، بیایم بهشون بجایم که بگیم واقعیت چیه یه دروغ دیگه بگیم که حداقل برای ما خطرناک نباشن. آخه این اخلاقی نیست این کار. دهرم پرسیده این محمد عبدو که میگی همه بنیانگذار اخوان المسلمینه؟ نه اون محمد بناس، محمد بنا حسن البنا، حسن بنا میشه. آره پدر بزرگ طارق رمضان که اونم کم بیشتر اومد. آره اونو میشناسم، اونو خوب میشناسم. اوکی ما بریم دیگه، لطفا مجیدم بیا دیگه، الان دیگه همه خدافظی بریم. سوال مونده چی؟ خدافظی کلی سوال آی داد بیدار. بگو سوال چی؟ آره ببین سوال رو کوتاه جواب بده، من کوتاه میپرسم. که پرسیده محسنم گفته، عباسی گفته چی؟ من دیگه دوزی رابین هودی رو قبول داری؟ دوزی رابین هودی نه، بر اساس همون فایده گرایی چی؟ ما رول یوتیلیتریانیسم رو چجوری ترجمه کردیم؟ قاعده مند. آره فایده گرایی قاعده مند، شما اگه اصل حق مالکیت رو تو یک جامعه، این یکی از مهمترین قوانین هست، یکی از مهمترین اصول یک جامعه هست که قابلیت تجارت و اقتصاد و رشد رعایت کردن قوانین مالکیت اصول اینو اگه شما جامعه‌ای که اینو رسمیتش رو قبول نکنه، جامعه‌ای که به فروپاشی میکنه، یعنی شما نمیتونید اینو رسمی حساب. شما اگه میخواین انصافانه قوانین رو باید عوض بکنید به جای اینکه قوانین رو بیاین، مگر اینکه یه سیستم به شدت دیکتاتوری یا فاشیستی داشته باشین که اون موقع دیگه نقض قوانین ممکن اخلاقی میشه، ولی به غیر از اون شرایط بهتره که فعالیتتون تغییر قانون بشه، نه اینکه بیاین دزدی بکنین. مرسی. متین گفته شما بی خداها چرا با مادر خودتون سکس نمی کنین؟ چون دوست ندارم. چون نمیخوایم. چون راحت. بعد شقایقم سوال پرسیده گفته که استرید معنی دقیقش چی میشه؟ معنی دقیقش من الان نمیدونم چقدر دقیقه، ولی کسی همون گرایش به جنس مخالف میشه دیگه. طبعا گرایش به جنس مخالف دیگه. ما اینجا دیکشنری شدیم مگه؟ نه گفت مخاطب اینه معنیش چیست، دقیقش چیه، حالا من پرسیدم. بعد
ما رو از شما مگه شما دیکشنری آنلاین دیکشنری مگه نداریم؟ چرا نه هم میخواست معنی چیزشو بدونه دیگه، من این لغویش نم خواست بگیم اوزی دقیقا معنی چیه. این رادم یه سوال تکراری پرسید، تکراری اینجا نه قبلا پرسیده شده، میگه آقا شما که به اون دنیا اعتقاد ندارین، یعنی میگین سرنوشت گاندی و آدولف بعد مرگ یکیه، هر دو میمیره؟ بله، زندگی قبل از مرگش قبل مرگ برای ما به شدت مهمتره. ما به زندگی قبل از مرگ بیشتر اهمیت میدیم، به خاطر اینکه زندگی بعد از مرگ وجود نداره. شما میگید سرنوشت، خب سرنوشتشون یکیه، خب یکیه که یکیه. ما برای همین خیلی برامون مهمه که این دنیا رو بهتر بکنیم، چون سرنوشتی بعد از مرگ اصلا وجود نداره. درسته. محسن سفرالله یه سوال پرسیده بود در مورد اخلاق ابجکتیو و سابجکتیو، که گفته حالا میگذرم ازش به خاطر اینکه وقت نداریم، هفته بعد اگر محسن جان بپرسیم مطرح میکنم. مرسی. ولف هم یه سوال در مورد سوره 23 نساء پرسیده بوده، که من گفتم 13 سال ازدواجه که محارمی که داشتم مسلمان ها، که آیا در مورد این نظرت چیه؟ چیه سوال؟ سوره 23 آیه 23 سوره نساء که میگه مثلا گفته که حرام شد برای شما ازدواج با عمه ها و خاله ها و اینا، که میگه میگه بعد 13 سال اومده که میگه من 13 سال ازدواج محارم داشتم همه مسلمان ها. یعنی نه نداشتن، یعنی من نمیدونم، این همون سوره همون جاییه که داره میگه که حلال میکنه شما تجاوز حرام شد ازدواج با دختر خاله و نمیدونم عمه باشه، خاله و عمه و مادر و خواهر و اینا میگه. آها، یعنی داره میگه اگه این آیه اومده معنیش اینه که قبلش حتما این کارا رو میکردن که این آیه اومده گفته نکنه. آره، یکی از این عادی آخه این همه جا بوده، بالاخره جاهای دیگه حتی کشورهای اروپایی تو سالها بعدش و بقیه جاها بالاخره پسر خاله و دختر خاله و حتی خواهر و برادر کلی شوها با هم ازدواج میکردن. این چیزا اگه، یعنی اینکه قبلش این محدود نبوده، به نظر من چیز خیلی غیر عادی نیست. نمیدونم حالا بوده، یعنی استرا گیم اف ترونز. آره نه، ما خیلی اطلاعاتی، ما اطلاعاتی رو که داریم از دنیای زندگی اعراب قبل از اسلام خیلی فرق داره با اون چیزی که اسلام میگه. مثلا این عصر جاهلیه و اینا، اینا همش داستان اسلامه. مدرک هایی که داریم که واقعا چجوری زندگیشون چجوری بوده و چه عقایدی داشتن خیلی کمه، و خیلی هم جالبه، با همون سندهای خیلی کم به یه نتیجه های خیلی جالبی رسیدن، ولی ما نمیتونیم الان بیان بگیم که چجوری بوده. ما نمیدونیم، خیلی سند نداریم. به اسلام هم نمیشه اعتماد کرد که بیان بگیم که اینا گفتن اونجوری بوده. من میتونم به احتمال خیلی زیاد بگم که زنده به گور کردن دختران قبل از اسلام احتمالش بسیار کمه. این که مثلا میگن دختران رو زنده به گور میکردن، دختر به شدت ارزش داشته اصلا به عنوان یه کالا. اصلا خیلی غیر منطقیه که یه کسی دختراشو بیاد زنده به گور بکنه. اصلا اینو من فکر کنم میخواستن به شدت دختر رو چیز کنن. یعنی بگو. آره، من اینو پرسیدم از استاد سلیمانی امیری، برام سنداشو آوردن، گفتن فقط یک قبیله بودن، یک قبیله کوچیک این کارو میکردن فقط. آره، من فکر نمی کنم که مثلا این رواج داشته. همه یه جوری به ما میگن انگار هر کی همه دختراشونو زندگی به گور میکردن. خیلی جالبه، مثلا اصلا خود داستانشون هم نشون میده که چقدر مثلا دختر به زن به عنوان یک ملک، به عنوان یک ملکی که به هم هدیهش میدن، میخوان هر کسی میخواد بیشتر داشته باشه، هر کسی اصلا مردی که دختر داشته باشه میتونه اینو بده به اینو اون و اون که ازش یه چیزی پس بگیره، که من دخترمو دادم به تو دخترتو بده به من که ما با هم قبیلهامون متحد بشه. یعنی دختر رو انقدر اینا استفاده ازش میکردن، انقدر براشون کاربرد داشته، بعد میان تو داستانه خودشون دارن نشون میدن که چقدر براشون کاربرد داشته، بعد میان میگه که نه دختر هزینه داشته اینا رو زنده به گور میکرده. بر اساس داستان خودشون نشون میده که نه اینجوری نبوده. منم کدوم مرد اصلا مثلا یکی بگو. یکی از افرادی که نقد دین میکنه توی فضای مجازی
میگفت چون این آیه اومده نشون میده که همه مسلمان ها نقل چی میگن ازدواج محارم داشتن، پس حضرت محمد و حضرت علی و اینا هم حتما با خواهر مادرشون ازدواج میکردن. گفتم این اثبات نمیکنه به نظر من، ولی البته من فکر کنم اتفاقا من فکر کنم آیه همون محمد این که مثلا خواست با زن پسرش ازدواج بکنه و گفت آیا من که تو پسر من نیستی، با همون زید بود دیگه، درسته؟ اسمش زید بود، درسته؟ آره زید، پسر من زینب، زن زید، زینب زده زید. محمد میخواست با زینب ازدواج بکنه و برای اینکه دیدش خوشگل بود خوشش اومد، ولی کلی شرم‌آور بود به خاطر اینکه این زن پسرش بود، برای همین مجبور شد یه آیه بیاد که نه تو پسر من نیستی. من فکر کنم این اتفاقا نشون میده که چقدر شرم اون موقع زیاد بوده که تو با کسی که رابطه خانوادگی داری مثلا یه رابطه همسری داشته باشی، میدونی نظرم چه؟ که انقدر محمد مثلا کلی داشت بهش اذیتش میگرد که این یه زنی رو میخواست که مثلا باش خانواده بود، مثلا زن پسرش بود، یعنی دورور این انقدر شرم بود که مجبور شد بیاد قانون جدید بذاره که اون قانونی که بود که شرم داشته باشه شما به زن پسرتون ازدواج بکنین، اینو بیاد عوض بکنه که کسی رو که شما چی ادابته چی میشه به فارسی؟ کسی رو که شما فرزندگی گرفتن، به فرزندی گرفته، این واقعا پسر نیست، شاید فرزند خونده فرزند واقع اصلا نداریم تو اسلام، فرزند واقعی نیست. شاید هم ببینید یه سری قوانین اسلام ممکنه برای این دلیلش این نباشه که بیاد بگه که ما این قوانین جدید هست، ممکنه داره میاد بگه که ما هم اینا رو قبول داریم، یعنی ما قوانین رو که الان مثلا رواج داره رو ما همه چی رو نمیخوایم عوض بکنیم، حالا خداتون انداختیم بیرون، نگران نباشین، این چیزایی که مثلا شما دوست دارین و ما اینا رو هم داریم. میدونی نظرم چیه؟ اصلا یکی از دلایلی که وجود داشت که مثلا محمد به جای اورشلیم تصمیم گرفت برگردن به کعبه، به طرف کعبه نماز بخونن، ممکنه دلیلش این بوده که زیادی دیگه داشته انقلابی میکرده، آداب و رسوم انقدر به شدت عوض میکرده که مردم احساس غریبی داشت بهشون دست میداد به این دین جدید. محمد می‌خواست یه ذره شبیه‌ترش بکنه به همون آداب و رسوم عربا، کعبه رو دوباره اول میگفتش که اولش ممکنه هدفش این بوده که این دین ابراهیمیه، دین مثلا یهودیاست، برای همین به طرف اورشلیم در اون نماز می‌خونن، ولی این عربا انقدر این دینه انقدر براشون بیگانه بوده که این محمد هی داشت باشون مثلا چیز می‌کرده، چونه می‌زده که چی رو عربی نگه داره، چی رو مثلا یه دین بیگانه یهودیش بکنه. خب مثلا برای همینم همین دختر یه مادر گفتش که این سه تا دختر خدا رو باشه اونا خدا باشه، بعد برای اینکه دید هی داره زیادی داره این دین بیگانه میشه، این دو این خداها رو خیلی عربا دوست دارن، گفت باشه اینم اضافه میکنیم به اسلام، بعد کلی این قریشی ها اونو خوششون اومد، گفت ای چه عالی شد همون دین خودمون، بعد محمد دید که نه زیادی داره همون دین قریشی ها مون دیگه، گفت نه من اشتباه کردم این دین این آیه شیطانی بود. یعنی به نظر میرسه یه کلنجاری داشت محمد به خودش میره که چقدر اینو دین عربی نگه داره یا دین بیگانه یهودیش بکنه. خب یعنی رقابت بود بین دو تا دین اون منطقه و دین یه دینی که به عربا ربطی نداشت. خب و اتفاقا داستان اسماعیل هم یا اسماعیل خودمون برای همین به خیلی جالبه این کتاب یهودیا، حالا این یه داستان دیگه میشه که چجوری محمد یا هر کسی که جای محمد بود از داستان اسماعیل استفاده میکنه که دین یهودیت رو با دین عربا قبل از اسلام متحد، یعنی یکی بکنه و یه دین جدید به اسلام به وجود بیاره، یعنی بهونه وصل کردن دینای ابراهیمی یا دین یهودیا با همون دینهایی که عربا داشتن، بهونه وصل کردن این دوتا آداب و رسوم همون اسماعیل میشه که یه دفعه از اون بالاها راه پیدا میکنه، چون داستانی بوده که تو کتاب یهودیا این داستان هیچ وقت تموم نشد، ابراهیم سارا مجبورش میکنه که اسماعیل از خونه بندازه بیرون، این اسماعیل میرتش، حالا کجا رفت معلوم نیست، محمد یا اسلام میاد همین داستان رو برمیداره میگه کجا رفت، اومد پاشاد اومد همین کعبه رو، این کعبه این رو که شما دارین دور ورش میچرخین اصلا اسماعیل با ابراهیم هم تازه اومد کمکش کرد، ابراهیم تو کتابای یهودیا نیست، نه تنها اسماعیل رو ساخت، ابراهیم هم اضافه سر اینجا کلی هم دور از این تمام داستانای ابراهیم و اسماعیل اصلا یه جای دیگه است،
اینا همینجوری راه رفتن، اومدن کیلومترها پایین، اومدن تو کعبه، یه جایی که هیچ ربطی نداره. محمد گفت اینا اینجا سرش از اینجا در اومد. بعدم ابراهیم پیاده روی کرد برگشت همون جایی که بود. خیلی جالبه، اصلا از لحاظ جغرافیایی هیچ کدومش منطقی نیست. یعنی اسماعیل رو استفاده کرد که بگه این کعبه‌ای که شما دارین دورش میچرخین و همون ربط داره به دین یهودیا، برای اینکه ابراهیم و اسماعیل اینا با هم ساختن. خیلی جالب، روش جالبی بود. محسن هم پرسیده که احترام به حیات حیوانات کله به لحاظ اخلاقی مطلقه، یعنی اخلاق مطلقه ابجکتیو بستگی بس چی؟ احترام به چیشون؟ احترام به در واقع محترم شمردن حق حیات حیوانات. حق حیات نه، حق آزادی از استرس و حق آزادی از درد، اینو باید محترم، اینو باید ما برام مهم بشه. حیوان حق حیاتش مهم نیست. نه، به غیر از حیوانات خودآگاه، نه خودآگاه نه، خیشتن آگاه فکر کنم میشه، خیشتن سلف اویر میشه، کانشس میشه خودآگاه، خیشتن آگاه. بگه حیواناتی که خیشتن آگاه هستن، یعنی سلف اویر هستن، مثل شیمپانزی و فیل و دلفین و نهنگ و یه سری کلاغایی، بغیر از این حیوانهایی که از وجود خودشون آگاهی ندارن، بقیه حیوانات حق حیاتشون مهم نیست، برای اینکه اینا خودشون از حیات خودشون هیچ آگاهی ندارن. شما از حق اینا هیچی نگرفتین. اگه بدون درد و بدون ناراحتی و بدون اذیت و آزار حیوانو که از آگاهی از خودش هیچ آگاه، از وجود خودش هیچ آگاهی نداره بکشین، هیچ چیزی رو، هیچ ظلمی بهش نکردین، چون چیزی رو ازش گرفتین که اصلا نمیدونست وجود داره. ولی اگه صاحبی داره که کشتنش باعث اذیت و آزار اون میشه، یا اگه حیوان دیگه ای وجود داره که کشتنش باعث اذیت و آزار اون حیوان میشه، مثلا یک حیوان گاو مادر از وجود خودش آگاهی نداره ولی از وجود بچهش آگاهی داره، خب، و شما اگه این بچه گاو از مادر جدا بکنین، این به این مادر دارین اذیت و آزار میرسونین و این اذیت و آزار رو باید غیر قانونی کرد. ولی کشتن حیوان مشکلی نداره، تا شرط، به شرط اینکه هیچ اذیت و آزاری بهش وارد نشه، به نظر من. البته یه توییت دیدم دیروز یا پریروز بود که محقق ها مثل اینکه فهمیدن یه نوع هشپا هم هست که اونم خودآگاهی داره. نمیدونم چند، آره یه نوع هشپا بود، یه نوع مشکلی ما، یا دو سه تا حیوان جدید معرفی کردن بودن، حالا نمیدونم من چقدر درست یا غلطه. اوکی، نه همین حال نمیدونم. و اسقری هم گفته آمین با انرژی خورشیدی کار میکنه احتمالا. مرسی، ممنون. خب بس دیگه، همیشه پرسیدیم. خب همه کسایی که هستن حرفای آخر رو بزنیم بعد بریم. قاسم تو بگو تعیین کن کی. مجید هستی؟ هر چیزی تار بیاد بالا. مجید سینا من بگم یه چیز جالب درباره عربا قبل اسلام، یه ویژگی جالب اینه که احترام آزادی ادیان داشتن اینا. اسلام اومد اینو از بین برد. دقت کنید توی کعبه می اومدن بت‌های قبیله مختلف رو قرار میدادن، کسی هم به کار دیگه، کسی دیگه کار نداشت. یهودی هم بود، مسیحی هم بود، پیگان هم بود، هر جوری بخوای داشتن. اصلا یه ما یه نوع مسیحی، اصلا بر اساس داستان خودشون سینا، داستان خود اسلام میگه این قریشی ها به محمد داشتن میگفتن بابا تو بیا اسلام تو تبلیغ کن، بذار ما هم، ولی بذار این ادیان دیگه هم باشن. اصلا اینا وقتی محمد گفت باشه خدایان شما هم باشه، مثلا دختره خدا، دختره الله هم باشه، قریشه گفتن ای خوب خوب شد دیگه، تو اسلامتو بگو بذار خدایان من هم باشن. کلی اومدن توی باهاش نماز خوندن که تشویقش بکنن که تا وقتی که خدایان ما رو بذاری باشن، ما با اسلام تو مشکلی نداریم. بله. یعنی کلی هم ازش، کلی هم استقبال کردم، ولی بعد دیگه نظرش عوض شد. یه دقت کنید، بعضی از این داستانهایی که درباره مسیحیت هست در قرآن و حدیث، این از یه نوع مسیحیت خیلی خاصی میاد که فقط بین اعراب رایج بوده. اسلام داستاناشو میگیره، خب اون مسیحیت رو از بین میبره. بعدش اینه، مسیحیان نسطوری میگفتن، نمیدونم هیره یا به اون مسیحیت،
میکشه پدر ادیان دیگه رو در میاره دیگه، این ازشون سرقت میکرده بعد لهشون میکرده. متاسفانه این اخلاق هست در اسلام. آره بوتاشون رو زد شکل، میگه که خیلی جالبه آیه قرآن داریم که شما دین خودتون برای خودتون، دین ما برای ما. عاشقت قشنگ بعد محمد میاد کعبه رو فتح میکنه، تمام بوتای همه رو میشکنه، همه هم باید زانو بزنن اسلام رو قبول کنه. آره بعد مسلمان انتظار دارن ما به عقایدشون احترام بذاریم، پیامبر خودشون به عقاید دیگه احترام نمیذاشت، ما چرا به عقاید شما آقا ما اصلا نه ببین اصلا احتیاج به احترام نداریم. خب محمد میخواست احترام نذاره اشکال نداره، اگه میره بوتشون رو میشکونه خب این مثلا جدا از احترامه. شما حق دارین به عقاید بقیه احترام نذارین. شما میتونین بگین قریشی ها مثلا ادیانشون چرت و پرت و مزخرف و اینا، خدا فقط اللهه. خب باشه بگو احترام نذار، ولی نه حق نداری بری مثلا به زور بهشون بگی بعد مسلمون بشی بعد بری بوتشون رو بشکنی. این چیزه، این ما بیاره این بده. این عربا این اخلاق خوب رو داشتن، محمد گند زده توش. نه الان هم اکثر عربا از اسلام اخلاقشون برتره. الان تو عربستان سعودی باید مسلمون، اصلا اگه آتیست بشی جرم تروریستی، اصلا تروریست محسوب میشی. نه خیلی جالبه که ولی با این حال هنوز آتیزم داره تو عربستان به شدت رشد میکنه. آره حتی با این خطر 5% فکر کنم 5% حدود 5% که تو 5% گفتن که ما آتیستیم توی آمار. فرض کن که توی عربستان کسی که 5% بگه ما آتیستیم، فرض کن که بقیه که چند درصد میترسیدن و نگفتن. 5% خیلیه. 5% تو عربستان جرأت کردن بگن ما آتیستیم. 5% واقعا عدد بالاییه، اونم برای جایی مثل عربستان.